با نام شروع میکنیم اولین جلسه درس تکنولوژی بتون رو بهمن سال 1402 هستیم و تلاشمون بر اینه که امسال و این ترم بتونیم کلاسی با کیفیت خیلی بالا و مطابق با تمامی استانداردهای دانشگاه دنیا براتون ارائه کنم و امیدوارم که بتونیم ارتباط خیلی خوبی با هم داشته باشیم و کلاسی سرشار از شادابی و مشارکت بسیار زیاد شما و همراه با اخلاق و مهمترین قسمتی رو که سعی کنید در مسائل مورد نظر قرار بدین این باشه که اخلاق رو رعایت کنید و اخلاق دیگه نیازی به ادیان مختلف و جوامع مختلف نداره. هر کسی خودش میتونه بررسی کنه که آیا اخلاق رو رعایت کرده یا رعایت نکرده. من در ابتدا سعی میکنم که برای جلسه اول مقدمه این درس رو براتون توضیح بدم و تلاشم بر اینه که کلن مباحث درسیتون رو توی 13 الی 14 جلسه ارائه کنم و سیستم به این صورته که هر موضوعیش رو تلاشم بر اینه که توی 1 جلسه یا 2 جلسه براتون ارائه کنم. یعنی اگه مثلا یک نفری یک جلسه رو نتونست حضور داشته باشه میتونه برنامه‌ریزی کنه که جلسه بعدی احتمال آیتم بعدی رو من تدریس میکنم. خب پس اولین موضوعی که سرفصل من شما میتونید از توی سایت وزارت علوم دانلود کنید. اگر که احساس کردید که من زیاد درس میدم یا کم درس میدم یا با محتوای درسی بقیه دانشگاه هم خوانی نداره، اینم میتونید بررسی کنید و نقدی هم داشته باشید، من با کمال میل در خدمتم. من سرفصل خدمت میگم، پس اولینش مقدمه، بعد سیماناست، سنگدونه، آب، مواد افزودنی و خواص بتون تازه. ما ترمای قبل معمولاً تا خواص بتون تازه رو میان ترم میگرفتم قبل از این، یعنی که حساب کنید از الان 6 جلسه رو تشکیل میدادم، شاید یکی مثلا یک موضوعش هم مثلا دوتاشو توی 1 جلسه میگفتم و برای قبل این خواص تازه رو تا خواص بتون تازه امتحان میگرفتم. خوبیش چیه؟ خوبیش این بوده که شما باعث میشه که 6 نمره پایان ترمو قبل عید گرفته باشید و برای 6 نمره حدودا نیاز بود که شما 60 ساعت وقت بذارید و به مراتب قبل عید همه درساتون سبکتره. بعد عید معمولا درسا میان ترماتون همه شروع میشه و اون موقع واقعا کار بغرنجیه. اما این منوط بر اینه که شما بخواید، من خیلی برام فرقی نمی کنه. میتونه اصلا هیچ امتحانی ازتون نگیرم، پایان ترم کلن همه رو با هم ازتون امتحان بگیرم. هر مدلی که شما بگید من این ترم سعی میکنم که مد نظر قرار بدم و بهترین روشی که پیشنهاد میدید اونو تصمیم گیری کنم و پیاده کنم. دوتا میان ترم دیگه واقعا سعی کنید که برام کار نتراشید. چرا؟ موزلی که داریم اینه که از وقت کلاس کم میشه. با همین تفاصیل بازم مشکلی ندارم. چشم، هر چند تا میان ترم بگید میگذرم. هر مدلی که شما احساستون این باشه که میتونید برای این درس تسلط پیدا کنید من پایم و میخوام همه تون با خوشحالی و شادی باشین آخر ترم، طوری که واقعا اگر بعدنها با هم تداخل داشتیم حداقل احساس خیلی خوبی داشته باشین از درس. واقعا مثلا سر صبح واقعا احساس میکنم که خاطره خیلی خوبی موندش و شاید تا سالیان سال
مد نظر مورد توجه قرار بگیره. خب پس تا فصل 6 رو مشخص کردیم که چیه. از هر کتابی که بخونید راضیم، از جزوات سعی کنید نخونید. من از جزوات درس نمیدم و کتاب‌های پروفسور نویل، یعنی کتابی که تو تمام دنیا این کتاب رو تدریس میکنن و توی ایران دو نفر ترجمه کردن، یکی خدا بیامرز استاد عزیزمون آقای دکتر رمضانیان پور و یک ورژن دیگه‌ش هم آقای دکتر هولمز فامیلی ترجمه کردن به نام تکنولوژی بتون یا خواص بتون. سعی کن از اون کتابه بخونید. پس اینم تا موضوع ششم. موضوع هفتمش اجرای بتونه، هشتمش طرح اختلاط بتونه. مثلا من سعی کنم تو طرح اختلاط بتون سه روش طرح اختلاط رو براتون اشاره کنم. طرح اختلاط ACI مال امریکاست، طرح اختلاط آوا مال ایرانه و طرح اختلاط BS متعلق به کشور انگلیسه. یعنی پس سه تا هم چی؟ طرح اختلاط. معمولا توی طرح اختلاط ما سه جلسه نیاز داریم. موضوع بعدیش عمل آوریه. تا طرح اختلاط میگه که شما چطوری بتونو طراحی کنید، بعد که ساختین بتونتونو بعد بگین چطوری از ساختتون مراقبت کنید. بعد از مراقبت باید ببینین حالا که مراقبت کردین از بتونی رو که ساختین چه خصوصیاتی رو به دست میارین. اونجا میشه خواص بتون سخت شده. که تو خواص بتون سخت شده من مقاومت فشاری، کششی، خمشی، کشش میلگر، بعد بحث خزش، جمع شدگی، بعد مدولای الاسیسیته، اینها رو اونجا عادتون میخوام. و تو مباحث 11 و 12 که هر کدوم 11 هم احتمالا توی یک جلسه ارائه کنم به نام خرابی ها و چه کار کنید که خراب نشود. و در انتها هم انواع بتون ها و شما باید بدونید که انواع بتون ها چی هست و طرح اختلاطاش چیه و کجا کاربرد داره. یعنی جالب شما بدونید که تا پایان فصل 11 ما معمولا یک کتاب رفرنس داریم. فصل 12 شاید الان تا الان بگم 100 کتاب داریم. یعنی هر بتونی که تولید میشه یک کتاب براش چاپ میشه. اینقدر مطالب واقعا تو فصل 12 خیلی سنگین و کاربردیه. و شاید همه اون 11 تا رو توی فصل 12 شما برای هر بتون باید اون وقت بدونید. از فصل 1 تا فصل 11 برای یه نوع بتون عادی فقط براتون داره توضیح میده. فصل 12 میاد چی میگه؟ هر بتون چه خون خصوصیاتش چی هست؟ پس این موضوعاتیه که من توی این ترم از شما خواهشمندم که مطالعه کنید. حالا از هر کتابی که دوست دارید و هیچ مشکلی وجود نداره. و سعی کنید که توی اسکایپ من وارد بشید. من تمام فایلای کلاس رو براتون ضبط شده اونجا میذارم. توی یوتیوب هم براتون آپلود میکنم. نکته اگه سوالی شدی دارید بگید تا من باز ادامه درس رو بهتون بدم. نقدی اگر دارید، اگر از این به قول ما چیزهایی قبل از کلاس شنیدید، بعد از کلاس شنیدید، روز چهارشنبه هیچ کلاسی تشکیل نشده از دقیق شما تشکیل بودید، استادتون هم سرحال با نشده اومده. خب اولا اینکه بتونه چیه؟ ما برای اینکه بتونیم یه بتونه خوب داشته باشیم اینه که بدونیم بتونمون از چه موادی تشکیل میشه. از چه موادی تشکیل میشه؟ سیمان و سنگون و آب. دیگه چی؟ مواد افزودنی. پس این میشه در مواد تشکیل دهندش. حالا ما این مواد تشکیل دهنده رو نیاز نیست بنویسی، اینا همه ضبط شده تو یوتیوب، میتونی تو خونه با آرامش
بنویسی. هر جاش هم خواستید نگه داری میتونی نگه داری. الان من نمیتونی نگه داری. میخواییدم یک جلسه جلوتر دست بدم مثلا جلسه بعدش رفع اشکال کنیم. اینم مشکلی ندارم. یعنی هر مدلی که شما احساس بهتری داشته باشید من پایم. خب پس اول میمانیم که گفتیم تعریف بتون. پس خودش گفته چیا داریم؟ سیما، سنگدونه، آب و مواد شیمیایی. حالا مواد شیمیاییش میتونه پوزولانی باشه یا مواد افزودنی. پس اینم از بتون. معمولا نمونه مکعبی هم میگیرن بابت اینکه ببینن اون بتونی که ساختیم خوبه یا خوب نیست. یک سلول بنیادیشو برمیدارم ببینم خصوصیات اون فرد چی. مثلا ما اگه مثلا فرض کنید که 50 متر بتون ریزی میکنیم، 50 متر میشه هر متریش میشه 2400 کیلو. 50 مترش میشه چند تون؟ 120 تون. ما از 120 تون 30 کیلوشو برمیداریم میشه چند درصدش؟ از 1% هم چی؟ کمتر. میشه دقیقا این کار سلول بنیادی میکنیم. یعنی یک نسخه شو برمیداریم میبریم به آزمایشگاه ببینیم که این بتونی که شما ریختین خوب بوده یا خوب نبوده. بعضی وقتا از هر میکسر میگن، یعنی از هر 6 متر مکعب، این از هر 10 تن یا 15 تن. خب پس اینم که تا اینجا گفتیم. اینم اجزای تشکیل دهندش همونطور که خودتون گفتین، سنگدونه و سیمان و آب و مواد افزودنی. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این اجزا رو شما گفتین درصدای مشارکتشون چقدره؟ چقدره؟ سنگدونه چقدره؟ 65 تا 70. سیما؟ 10 تا 20. آب؟ 15 تا 20. هوا چقدر؟ 1 تا 20. حالا ناکن این آبی که نمیشه 10 تا 15 تا 20 با سیما داده 10 تا 15، معمولا این باید معکوس باشه. یه بار دیگه، پس سیما آبمون هیچ موقع از سیما نمیتونه بیشتر باشه دیگه. در بهترین حالت، یعنی خرابترین حالت، آب 0.6 سیمانه. این سوکر شاید چایی گذاشتن. پس چقدر؟ ببینم برنامه چایی نم آزاده ها بعد از کلاس میتونیم. پس چی شد؟ 0.6. حالا اگه من الان بخوام سوال امتحانی بدم تا الان چی میدم؟ و میتونم بگم که شاید 90% جواب نمیتونید بدید. بگین نه نسبت عرضه تشکیل دهنده. میگم میزان سیمان مصرفی در بتون چند کیلوه؟ دو برابر آب. چند کیلوه؟ درصدمون چند کیلو؟ گره 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 50 کیلو؟ 100 کیلو؟ 200 کیلو؟ 300 کیلو؟ 240. گفتم این الان از اول کلاس گفتم چند؟ 240 همون مکعب. همون 2400. پس وزن بتون چقدره؟ 2400. خب 15 کی ده ده دستش میشه چند؟ 240. گرفتی سوال چطوری میدم؟ آیا توضیح داده بودم یا نه؟ خب نه، میخوام بگم واقعا شاید تکنولوژی بتون یک درس بسیار سخته برای گروه عمران. علتش چیه؟ چون دانشجوی ما تمرین به حفظ مطالب نکردن، همیشه سعی کردن فرمول وار یاد بگیرن. یک چیزی رو اصلا تلاش به این که تو حافظه شون بسپارن نیست. و شاید معضل‌ترین کارمون همینه. من از شما توقعم اینه که واقعا کتاب بتون رو از بر کنید، این زیست، این شیمی. معضل دانشجوی عمران اینه که از بر کردنشون چیز ضعیفه. و تکنولوژی بتون تنها درسیه که شما باید از بر باشید. من سوال امتحانی که میخوام بدم اصلا به هیچ کتابی رجوع نمی کنم ها. صفحه رو میذارم جلو سوال میدم.
یعنی اصلا تو فکر نکنید که میرم داخلش. هیچ. اصلا جالبه که یکی از امتحانای دانشگاه ارشد گرفتم، اصلا یک سوالی رو داده بودم جزء باز. به یک محاسبه خیلی ساده. یعنی فقط می‌خواست فهمونه این عدد رو تو فرمول بزنم. شاید بگم 90%شون اشتباه نوشته بودن. علتش این بود که فقط واحد اولیه رو تبدیل باید میکردن، نکردن. یعنی اصلا جالب که دقت، سرعت، همش با همه. و اینجاست که واقعا ارزیابی میکرد، میشه ارزیابی کرد دانشجوها رو. و واقعا هم خیلی براشون سخته. یعنی شاید من خودم دارم اقرار میکنم که درس تکنولوژی بتون شاید سخت‌ترین درس کارشناسی هست. ها؟ حالا شاید حالا به همین آخر ترم میتونید متوجه بشید که شاید خیلی هم درس‌ها رو شما هیچ مشکلی درش نداشته باشید. خب؟ اما تکنولوژی بتونه اصلا وقتی نگاهش میکنید واقعا اصلا کتابشو میگم شما الان کتابشو نیدین. کتابشو بگیرید. خب؟ یعنی اصلا جالبه باهاتون نمیشه مثلا کتاب ترجمه شده دیگه. یعنی باز اینقدر ترجمه ها روون نیست که مثلا اول خط که میخونه آخر خط مثلا اینه نقضش میکنه. یعنی اصلا که واقعا بخواییم به بتون نگاه کنید، بتون یک موجود زنده این آدم، خب؟ که هر قسمتی ورودیش که شما وارد میشی بسته داره که با چه احساسی، با چه نسبتی، با چه انرژی وارد بشی خروجش فرق میکنه. اینقدر مهمه. یعنی شاید شما هیچ درسی به عنوان موجود زنده نداری. این دقیقا مثلا اگر شما بخواهد بتون و شباهتش رو با انسان بگو، یعنی مثلا بگم مثلا دقیقا یک انسان رو کامل در بتون خلاصه کنم. این ناکنی شما مثلا برگردیم مثلا اولش مقدمه، یعنی که اصلا آقا انسان چیست، بعد از انسان چیست، انسان چه پارامترهایی رو دارد. این اصلا اول قبل از اینکه پارامتر هست. خب این تا اینجا خصوصیات پارامتری انسانیه هر فرد. خب نحوه اجرای بتون میشه نحوه خواستگاری رفتم. خب طرح اختراع اینه که آقا چه آیتم هایی در ازدواج مهمه، هر کدوم به چه میزان. بعد که ازدواج صورت میگیره بعد اون زندگی رو شما چی حفظ کنید، یعنی بتونید خوب عمل آوری کنید. بعد از عمل آوری که میگذره چند سالی فرزندی که تولید میشه میشه چی؟ خواص به طور سخت شده. تمام خصوصیات دو نفر رو اون فرزند داره. حالا باید میتونید یکی یکی اون خواص قبلی رو روش چک کنید. بعد میاد عواملی که باعث خراب شدن اون رابطه و اون فرزند میشه و در نهایت میاد میشه انواع فرزندان مختلف. خب این هم پس میدان هواش الان مشخصه. آره هواش چقدر گفته؟ یک درصد. خب یک درصد میشه 2400 میشه 24. آبش چقدر میشه؟ حالا اگه مثلا با سوال امتحانی بدم بگم که آقا میزان آب و سیمان رو محاسبه نمایید چند کیلوه؟ خب 360 کیلو آبه. سیمان چقدر؟ 240. خب اگه اینو بنویسید شاید هیچ نمره ای نگید. چقدر؟ یک شیشم میشه 6 دهم.
15 تا 20 سیمان باشه کیلو در سال. اگر 360 کیلو سیمان باشه حدودا نصفش میشه چقدر؟ 180. 180 کیلو تا 200 کیلو میتونه آب باشه. دیدین بادم هیچ که جواب بود دفعه من تو همه این صحبت ها تا الان گفتم یه بردی مثلا اینجا زده آب بیشتر گفتم این چی؟ اشتباهه. گفتم نسبتش باید چی باشه؟ برعکس باشه. گفتم ضریبه چقدره؟ 6 دهم. یعنی واقعا به عنوان یک جراح قلب باید شما هم خصوصیات رو تو ذهنتون بیاد هم محاسباتش. یعنی اینکه فقط بگید 15 تا 20 درصد یک کار داره. اگر فرض کنید فقط پاوه رو نگاه کنید، خب مثلا پاوه رو پرینت شده بهتون بدم، به صحبت من توجه نکنید هیچ کی جواب نمیتونه بده. دیده علت که شاید مثلا خیلی دفته ما دانشان به مشکل میخواهیم که کلاس ها رو نمیان، بعد پاولا رو مثلا از یک جایی میرن پیدا میکنن، بعد پاولا رو میخونن، بعد میاد این هم پاولا هم مینویسه، بعد نمره نمیگیره. دلیلش اینه. پس واقعا باید شیشتون که عواستون جمع باشه، در این حال هم خونده باشه. خب ها حرف میکنید هست که مشکل نداره دیگه. میدونی سال یه بار درس ارائه میشه بعد پیش نیازم هست. اما خب واقعا سعی میکنم که این ترم اگر تلاش کنید واقعا خیلی حواتون داشته باشم. اما واقعا منوط بر اینه که واقعا تلاش کنید و یک طوری باشه که دست استاد رو بتونید باز بدونید. اگر واقعا اکثر استادا اینجا که به یک طریقی به شما کمک کنن. اما خیلی وقتا موضوع ما اینه که خودمون اصلا نمیخوایم، باید خودمون بخوایم. خب اجزای تشکیل دهنده رو که گفتم، سنگدونه و سیمان و آب. بعد سنگدونه باز ریزدونه داره، درشتونه داره. درشتونه میشه مشکلات بزرگ خونه، ریزدونه میشه مشکلات چی؟ کوچیک خونه. هر کدوم یک خصوصیات خودشو باید داشته باشه. نمیتونه یک زندگی یا عالم زندگی مشکلات درشت داشته باشه، مشکلات کوچیک نداشته باشه. و اگه دقت کنید یک لیوانی، یک روانشناس بود، یک لیوانی گذاشته بود که اول درشتا رو ریخت، بعد ریزا رو ریخت. بگو اگه اول از ریزا رو بریزی چی؟ دیگه پر میشه و هیچ کاری نمیشه. این دقیقاً کاریه که ما از همون ایدئولوژی استفاده کردیم. الان یک پایان‌نامه ارشد تعریف کردیم. ارشد تاپ‌ترین موضوعیه که شاید توی تکنولوژی بتون توی دنیا این دانشجوی من داره کار میکنه. خب پاورم اون درست کرده. اومده گفته اهمیت بتون. حالا چرا بتون نسبت به سازه مهمتره؟ پارامترهای مختلفی گذاشته، مطالعه کنید. اما نکته‌ای که اصلا وجود داره اینه که فونداسیون همه کاراتون چیه؟ بتونه. اصلا اگه ریشه راهسازی بخواید بخونید بتونه. اگه خاک بتون داره. نمیدونم ساده که هیچی دیگه. خب یعنی اصلا واقعا بتون، یعنی ارشد میخونید بتون داره. دکترا میخونید بتون داره. اصلا راه فراری وجود نداره. سعی کنید حتما یاد بگیرید. یعنی توی هر قسمتی از عمران برید بتونه رو باید چی بدونید. و موضوعی که دارم اینه که بتون دست واقعا غیر متخصصا افتاده. واقعا دوست دارم که بتون دست مهندسین بیفته و این مهندسین باشن که بتون تولید کنن، نه اینکه واگذار کنن به دیگر. خب این هم از اهمیتاش گفته، بحث سلبیتش، بعد خساراتی که وجود داره، هزینه تعمیر و مقاومتش رو اشاره کرده. بعد قسمت ارزونترش بعد وقتای کم در میاد. و معیارهای خوبی که گفته داشته باشه چی هست؟ یکی که آقا خوب جریان پیدا کنه، بتونه تمام منافذ وارد بشه. بعد قابلیت کار کردن بایش رو داشته باشه، انعطاف پذیری بالایی داشته باشه. بعد از هم جدا نشه اجزایش. و از آخرم بتونه خوب متراکم بشه که هیچ چیزی اینو از پا در نیاره. بتونه
رطوبت رو یواش یواش از دست بده، چون اگه بتونه رطوبتش یک دفعه از دست بده ترک میخوره. زمان پایداریش، بحث اندازه ذراتش، گفتم اندازه ذراتش باید مشخص باشه، ریزگونش، درشتونش، دکتوری نباشه که یک هر حالا جالبه که اگه بدونید مثلا اگر بتون فقط درشتونه داشته باشه میشه یک بتون خاص، اگه ریزگونه داشته باشه میشه یک بتون خاص دیگه، اگه خیلی ریزه ریز باشه باید میشه یک بتون دیگه. و اما ما اومدیم روی فقط بتون چی عادی فعلا داریم صحبت کنیم، پس بتون عادی باید همه مشکلات رو با هم داشته باشه. گفته حالا معیار خوب بودنش چیه؟ معیار خوب بودنش همون خواص چیه؟ سخت شده، که مقاومت فشاری خوبی داشته باشه، کششیش خوب باشه، خمشیش خوب باشه، میزان جذب آبش انگار آب خیلی جذب نکنه، بعد توی خوردگی جواب خوب بده، چون ما الان خیلی از پروژه‌مون توی مناطق جنوب و اینا از خوردگی خراب میشه. نفوذپذیر خیلی نباشه، یعنی که خیلی بالنده داخلش نفوذ نکنن، و ظاهر تمیزی هم داشته باشه. اما نکته‌ای که باید اینجا وجود داره اینه که محدوده اینها چیه؟ محدوده مقاومت فشاری چنده؟ 20 تا 80. همون توی فولاد چقدره؟ 20 تا 80. خب چقدر فرق میکنه؟ خیلی. مقاومت خمشی چیه؟ 3 تا 8. اون خمشی؟ 20. کششی ها؟ 1 تا 4. مدور الاسیسیده؟ 20 تا 40. حالا الان سوال امتحانی بخوام بدم اینه که مقاومت خمشی بتون با مقاومت خمشی فولاد چه فرق میکنه؟ عدد از راز عددی یا چند درصدشه؟ دو درصد؟ کمتر از این گرفتیم؟ پس سوالی که میپرسم اینجوریه، یعنی باید علاوه بر اینکه اعدادش یادتون میاد تقسیمش هم یادتون بیاد. نه مگر سر مثلا جراح قلب میری جزوه چه با خودش میاره؟ پرونده ای داره بهش میدارم؟ نه دیگه برای قلبه که پرونده بهش نمیدم، کتاب تو باید بیار اونجا. پس چی شد؟ بادوانه رو بکشید بالا. اون مال چی بود پس؟ بتون و فولا. حالا این اومده از چه چیزی صحبت کرده؟ چند درصد بتونمون سنگ دونه بود؟ 60 تا 70. میشه چند کیلوش؟ 1440. پس حدوداً 60 درصد یه خانواده مشکلاتشه دیگه. حالا خصوصیات مشکلات رو بدونید بعداً میتونید خصوصیات زندگی رو پیش بینی کنید. پس سنگدونه ها میشه چی؟ 60-70 درصد بتون. اگه ندونیش سنگدونه ها چه شرایطی رو دارن میتونی تشخیص بدی بتونتون خوبه یا بده؟ بدون سنگدونه های خوب بتون خوب تولید نمیشه. از هر جای اون سنگدونه ترک بخوره و بشکنه بتونتون خراب میشه، زندگیتون هم همینجور. اگه از اون مشکلات بشکنه زندگی خرابه، اصلا دیگه فراموش نکنید. خب اومده گفته سنگدونه های حالت مختلف هست، از 1 تا 10 تا 10 مگاپاسکال. باز مقاومت فشاری داره، خمشی داره، کششی داره، مدول الاسیسیته. همه اینا رو باید چی؟ کامل از بر باشید. سنگ داریم حالا. حالا گفتیم آقا اگر از اون سنگ های سبک بینید سنگ های سنگین استفاده کنیم، حالا اون سنگ های سنگین چه اتفاقی میفته؟ باز مقاومتش چقدر نمیشه فهم کنه؟ 10 برابر دیگه یا 100 برابر. باز خصوصیاتیشون، این خصوصیات خصوصیات خواص سخت شده ایه.
که بعد توی بتون می‌ریزید اونم سخت میشه. بعد ما می‌خوایم ببینیم که سیمان و سنگ و با آب که با هم می‌چسبن حالا چه مقاومتی میده. پس شما باید مقاومت هر کدومش رو جدا جدا بدونید. حالا 2200 تا 2400 چی بود؟ وزن مخصوص بود. واحدش چیه؟ کیلوگرم متر مکعب. حالا فولاد چقدره؟ کیلوگرم متر مکعب. سنگ سبک سنگین هم داده. تا اینجا واحدها چیا رو گفتم؟ مگاپاسکال با کیلوگرم سانتی متر مربع. حالا فرض کنیم بجای مگاپاسکال بگم کیلوگرم سانتی متر مربع. برگردیم عقب. میشه میو. الان مقاومت فشاری سنگ چی میشه؟ سنگ سبک. این توی استاتیک فصل اول استاتیک تبدیل واحد ها. ضبط داره ده میشه. پس چی میشه حالا؟ میشه مقاومت فشاریش 10 تا 100 کیلوگرم سانتی متر مربع. حالا پوند بر این چه مربع؟ هر سه تاشو توی امتحان واضح؟ سوالم خودم میگم چی میدم، یعنی با همه این که میگم چی میدم مثل این روید از کتاب سوال میدم. من الان یه واحد رو گذاشتم دیگه، نه دو واحد دیگه هم خواستم. واقعا اصلا بیشتر از این نیست. حالا ببینم، حالا اینجا نداشته. پس این سنگدونا این مقدمه بود و کیلوگرم سانتی متر مربع هم حتما چک کنید واحدش رو و پوند بر اینچ مربع هم چک کنید. من کیلوگرم سانتی مگاپاسکال و کیلوگرم متر مکعب رو بهتون دادم. ممنونم و سپاسگزارم از اینکه این جلسه رو با ما همراه بودید.